زبان و جهان بیدل برنامه از میر حسین مهدوی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر. مجاز اندیشیت فهم حقیقت را نمی شاید، محال سیک حق از عالم باطل شد پیدا. برنامه برای آشنایی با جهان تو در تو و زیبای شعر بیدل. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به شما خوبان و فرهیختگان، برنامه دیگری از سلسله برنامه های زبان و جهان بیدل تقدیم حضور شما میکنم. در دو جلسه قبلی بحث و گفتگوی ما در خصوص جایگاه آینه در شعر بیدل بود. در این برنامه هم این گفتگو را پی میگیریم. قرار است که در این نیم ساعتی که در محضر شما هستم در خصوص ربط و نسبت آینه و حیرت با هم دیگه گفتگو بکنیم. اما پیش از او طبق رسم معمول برنامه اجازه میخواییم که غزلی از آن بزرگ بر شما بزرگواران بخوانم. غزلی است با ردیف آینه. جلوه او داد فرمان نگاه آینه را، حاله کرد آخر بروی همچو ما آینه را. من پرواز خیالت در کف تدبیر نیست، من پرواز خیالت در کف تدبیر نیست. نا کجا جوهر نهد بر دیدگاه آینه را، بس که ما آزادگان را از تعلق وحشت است، عکس ما چون آب داند قهر چاه آینه را. امتیاز جلوه از ما حیرت آغوشان مخواه، امتیاز جلوه از ما حیرت آغوشان مخواه. دور گرد دیده می باشد، ببخشید، دور گرد دیده می باشد نگاه آینه را. فرش نادانیست هر جا آب و رنگ اشرتیست، ساده لوحی داد عرض دستگاه آینه را. گفتگو سیل بنای سینه صافی می شود، گفتگو سیل بنای سینه صافی می شود. امتحانی می توان کردن به آه آینه را، عرض هستی بر دل روشن غبار ماتم است. عرض هستی بر دل روشن غبار ماتم است. از نفس ها خانه می گردد سیاه آینه را، از نفس ها خانه می گردد سیاه آینه را. این زمان ارباب جوهر دام تزویرند و بس، می توان دانست آب زیر کاه آینه را. با صفای دل چه لازم اینقدر پرداختن، جلوه بیرنگی اینجا نیست، جلوه بیرنگی اینجا نیست راه آینه را. جز به جیب دل سراغ امن نتوان یافتن، چون نفس از هرزگردی کن پناه آینه را. بیدل اندر جلوگاه حسن طاقت سوز اوست، جوهر حیرت زبان عذرخواه آینه را. امرخمی که ملاحظه فرمودید غزل بسیار زیبا و در عین حال دشواریا و امکان مقدمه گفتگوی ما رو در خصوص حیرت فراهم میکنه. مثل که بیت آخر بود، بیدل اندر جلوگاه حسن طاقت سوز اوست، جوهر حیرت زبان عذرخواه آینه را. خب در چه شکل و شمایل میشه
بین حیرت و آینه ربط و نسبت پیدا کرد. آینه شیئی است در بیرون، ما با او صورت خود میبینیم، جمال خود در سیما و در دیدگاه آینه به تماشا می نشینیم. چطور میشه بین آینه و یک موضوعی، یک وصفی، یک قیدی، یک حالتی، یک شرطی مثل حیرت ربط و نسبت پیدا کرد؟ شما اگر عنایت بفرمایید، آینه در جلسات قبلی گفته شد که ما را به ما باز میگرداند. ما با آینه نگاه میکنیم که خود ببینیم. وقتی به آینه نگاه میکنیم خود میبینیم، آینه را نمیبینیم. آینه در دیدن ما و در دیدگاه ما و در نظر ما محو میشه، نابود میشه، از بین میره. آینه نیست میشه تا ما برقرار باشیم و وجود داشته باشیم. برای نشان دادن ما آینه نشان خود بر میداره، بی نشان میشه. به خاطر از اینکه اگر ما به میز نگاه بکنیم خود میز میبینیم، اگر به دیوار نگاه کنیم دیوار میبینیم، در هیچ کدام اینا ما خود نمیبینیم. امکان دیده شدن خود زمان فراهم میشه که خود دیگر اونجا نباشه. یعنی آینه اگر خودش اونجا باشه امکان حضور ما دیگه در اونجا میسر نیست. آینه جاییست که هر کسی فقط میتونه خود ببینه. یعنی امکان ظهور و تبارز دیگری در وجود آینه بیشتر از خود آینه است. یا به عبارت دیگه آینه دست از خیشتن خیش بر میداره تا امکان دیده شدن دیگری را فراهم بکنه. از این نوع نگاه اگه باز صرف نظر بکنیم، میشه به این ترتیب ربط و نسبت آینه را بیشتر توضیح داد که در مواجهه با آینه ما دچار نوع اخفال میشیم، دچار قسمی از در واقع تغافل، یک چیزی که ما در مواجهه با او توقع و انتظار چنین چیزی را نداریم. حالتی بر ما دست میده که این حالت انتظارش نمیره در صورت عادی که با ما دست بده. با او حالتی است که ما در برابر شیء قرار میگیریم که او شیء خودش وجود نداره. یک خانه خالی است، یک دروازه باز است، یک پنجره یک کلکین باز است به سمت دیگری. یا جایی است که امکان کشف چیزهای زیاد و حتی بی‌نهایتی میشه در او میسر باشه. هر کسی که در برابر آینه بیسته جمال خود میبینه، کمال خود میبینه. بنابراین آینه مخزن اسراری است که هر چی به این نگاه بکنیم، هر چی که ما به سمت ای از زوایای مختلف، از وجوهات مختلف، در اوقات متفاوت در برابری بنشینیم و نگاه بکنیم، ما چیزهای تازه، حالتهای تازه، موقعیتهای کاملا متفاوت را میتونیم شکار بکنیم و ببینیم. چون این وضعیتی است که کسی که اهل تفکر باشه، اهل رموز باشه، میتونه آدم به فکر واداره که سرانجام ای شیئی که در برابر ما با این شگردی قرار میگیره چی است؟ این پرسش میتونه پرسش کاملا جدی باشه که ما را به فکر واداره و این فکر میتونه تا سر حد، تا جایگاه حیرانی و حیرت ما را پیش ببره. اگر شما به جای آینه چیزهای دیگه ای را قرار بدین که با وصف آینگی به سراغ این جهان بره، در صورت ما میتونیم ببینیم که ما غیر از آینه‌ای که در برابر خود قرار میتیم، غیر از این شیئی که روبروی خود میگذاریم، اوصاف انسانی دیگر وجود داره که در او اوصاف
خود شی، خود شخص، خود جسم، خود موجود لا موجود میشه، از بین میره، موقعیتی میشه که دیگران بتونه خود در او ببینه، خود در وجود او بازتاب یافته ببینه. شما به عنوان مثال عشق در نظر بگیریم. در عشق تا زمانی که عاشق وجود داشته باشه، تا زمانی که بتونه خود احساس بکنه، تا زمانی که بتونه اسم خود بر زبان بیاره، امکان رسیدن به معشوق برش میسر نیست. اما زمانی که پا به مرحله میگذاره که از خود و از بودنش و از هستیش چیزی بر جای نمیمانه، در چنین مرحله است که عاشق یک سره تبدیل به معشوق میشه، یعنی آینه میشه در برابر معشوق که معشوق میتونه به او نگاه بکنه و جمال زیبای خود ببینه، یا به شکل دیگه در برابر دیدگان عاشق تمام این جهان آینه ای از معشوق میشه. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، من به صحرا نگاه میکنم اما صحرا رو نمیبینم، تو رو میبینم. به دریا بنگرم دریا تو بینم، دریا هم همینطور، این دریایی که من در برابر خود دارم و به او نگاه میکنم این دریا نیست، دریا هم تو هستی، کوه و صحرا هم تو هستی، دشت و جنگل هم تو هستی. به هر چیزی که من نگاه میکنم غیر از تو هیچ چیز دیگه را نمیبینم. این خصلت آینگی است که پیشتر عرض کردم با عشق به تبلور میرسه، یعنی ویژگی آینگی عشق است که عشق همچون آینه است و آینه ساز است، هر که عاشق شود مثل آینه میشه. و اتفاقا در دیده عاشق همه جهان تبدیل به آینه میشه. با چنین روی کردی میشه گفت که اگر ما همه هستی را به شکل از اشکال با هم دیگه مرتبط بدانیم و احساس بکنیم که با حال و موقعیت فکری و روانی ما ای جهان و ای کائنات در ارتباط است، نه تنها که احساس بکنیم بلکه با عمق بخشیدن حس و حالت و عاطفه و عشقی که داریم چنین وضعیت را به وجود بیاریم که کائنات با ما هماهنگ باشه یا ما با کائنات در یک توازن، در یک نظم وسیق و وسیع حرکت بکنیم. بعد چنین آینگی که ایجاد میشه ممکن است ما را از سطح آینگی هم بالاتر ببره. او سطح آینگی که ما هنوز به خود فکر میکنیم یا هنوز به معشوق فکر میکنیم یا هنوز امکان فکر کردن در ما میسر است، ای باز سطحی است هرچند عالی، هرچند بالا، هرچند دلپذیر و زیبا، اما به هر حال موقعیتی است که ما را از تبدیل شدن به در واقع آینگی، از آینگی شدن کامل دور می‌دارد. زمانی ما میتونیم به صورت کامل به آینه تبدیل شویم یا به آینه کامل تبدیل شویم که ما دیگه فرصت و امکان و موقعیت فکر کردن هم نداشته باشیم، موقعیتی باشه که ما از سطح فکر هم بالاتر برویم. چون این موقعیتی موقعیت حیرت است، جاییست که هم از سطح در حقیقت فکر و درک معمول و معقول بالاتر است و هم جایگاهی است که کمال عقل و تفکر است اما عقل و تفکر در او راه نداره، جایی است که عقل و تفکر به کمال میرسه، همه جستجوهای عقلانه ما، همه تپ و تلاش های عالمانه ما و از طرف دیگه همه
ابتکارات و آفرینش های شاعرانه و هنرمندانه ما اوجش حیرتی میشه که در او حیرت ما در موقعیت عاشقی قرار میگیریم، در جایگاه قرار میگیریم که احساس میکنیم با جان معشوق، با جهان معشوق یکی شده ایم. در شعر بدل ما نمونه‌های زیادی رو میتونیم ببینیم که از نظر بدل آینه تجسم حیرت است. یعنی همین جایگاهی که من پیشتر خدمت شما توضیح دادم، جایگاهی که در مرتبه عالی یگانگی و اتصال در موقعیت قد برافراشته تر از فکر و عقل و در موقعیت عالی تر از آفرینش‌های شاعرانه، چنین موقعیتی بدل میگه که تجسم نمادینش، تجسم جسمانیش، تجسم این جهانیش آینه است. جهان آینه دلدار و حیرانی حجاب من، چمن صد جلوه و نظاران نایاب است شبنم را. جهان آینه دلدار و حیرانی حجاب من، چمن صد جلوه و نظاران نایاب است شبنم را. بگذارین بیت دیگرم بخونم. چه ممکن است نگردد کباب حیرانی، نمودند به آینه جلوه او را. در آینه او حضور دارم. آینه جایگاه حضور اوست. نمودند به آینه جلوه او را، یعنی نه تنها او در آینه جلوه میکنه که اصلا خود آینه جلوه‌زار اوست. هر وقتی که آینه باشه او است. هر وقتی که آینه باشه ای آینه نه یادآور او که در واقع نشان دهنده خود اوست. شاید یکی از دلایلی که چنین خصلتی آینه داره ای باشه که آینه هم هست و هم نیست، هم وجود داره و هم نداره. تا زمانی که ما در برابرش قرار نگیریم آینه دیده میشه، آینه هست، آینه جای را اشغال کرده و ما میتونیم به او دست بکشیم و ببینیم. اما همین که ما در برابرش قرار میگیریم مثل که محو میشه، مثل که از بین میره، مثل که جانش به جان ما تقدیم و تسلیم میکنه. دوچار هر که شد آینه، رنگ جلوه اش گیرد، صفای دل برون از خیش نپسندد تقابل را. ای ابیاتی که میخوانم در حقیقت نشانه ها و نمادهای از این حیرتی است که آینه اسباب دامن زدن به اونا میشه. چیزهایی که پیشتر عرض کردم چندان با عقل عام پسندانه ما یا عقل زندگی متداول ما همخوانی و همسویی نداره. یعنی ما چیزی وجود داشته باشه تا ما در برابرش قرار بگیریم دیگه وجود نداشته باشه، نباشه. میگه دوشار هر که شد آینه، رنگ جلوه اش گیرد. چقدر تعبیر زیبایی. دوشار شدن یکی از معانیش عاشقی است. اگر شما به مفهوم عاشقیش بگیریم یا به مفهوم عادی دوچار به معنی روبرو شدن بگیریم، در هر دو حالت میگه وقتی که شما روبروی آینه قرار بگیرین، آینه مثل شما میشه، هم جنس شما میشه، هم سنخ شما میشه. میگه که صفای دل برون از خیش نپسندد تقابل را.
صفا و یگانگی و یک رنگی فقط میتونه از یک جنس باشه، میتونه در یک جنس تبارز و تبلور پیدا بکنه. اگر قرار باشه دو جنس قرار بگیره در برابر هم، اگر قرار باشه خواستهای متفاوتی در برابر هم قد علم بکنه و حضور داشته باشه، امکان تبارز صفا و یگانگی کم میشه. دو تفاوت در نقاب حسن جز نامی نمی باشد، خوش آینه صافی که لیلی دید مجنون را. ای امو چیزی بود که من پیشترک محضر شما عرض کردم، خوش آینه صافی که لیلی دید مجنون را. یعنی به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به چشم شوخ تا کی عیب جوی یک دیگر بودن، مژه بر هم زنید و بشکنید آینه هم را. و اینجا چشمای ما به صورت و به شکل آینه و به صورت نماد آینه تعبیر شده. بس که دارد ناتوانی نبض احوال مرا، باز گشتن نیست از آینه تمثال مرا. میگه بس که دارد ناتوانی نبض احوال مرا. روی کرد خیلی ظریف و شاعرانه بیدل با کار کرد آینه و با آینگی، میگه که از بس که حال ما خوش نیست دیگه تصویر محال برگشتن نداره، وقتی با درون آینه میره میمونه همونجا. بس که گرد تیره بختی هاست فرش خانه ام، هر که شد آینه او میکند حیران مرا. ای در واقع او جایست یا او قسمت از سخن حضرت بیدل است که اشاره مستقیمی به نسبت و ربط آینه و حیرت میکنه. یعنی آینه موقف و موقعیتی است که حیرت تولید میکنه، جایگاهی است که حیرت به نمایش میگذاره. آینه چیزی است که امکان تولید حیرانی را و امکان تکثیر حیرت را فراهم میکنه. هرچند میدانیم که حیرانی و حیرت دو تعبیر کاملا متفاوت است و جنس هم نیست، اما همخوانی های زیادی دارم. برازی که در حیرت حیرانی قطعا در ذاتش نهفته است، هرچند در حیرانی ممکنه حیرت نباشه. احتیاج خودشناسی جوهر آینه نیست، احتیاج خودشناسی جوهر آینه نیست، من اگر خود را نمیدانم تو میدانی مرا. یک بیت دیگه هم بخونم و بعد کمی موضوع را بیشتر شرح بدم که وقت زیاد نمانده. خیال ماسوا فرش است در وحدت سرای دل، درون خیش دارد خانه آینه بیرون را. چه بیت جانانه و قشنگی، درون خانه خود دارد، ببخشید، درون خیش دارد خانه آینه بیرون را. در واقع درون و بیرون آینه یکیست، مثل یک سرایست که در باز دارد. اما مثلای بسیار معروف بیدلم هست که میگه در دست ما کلید در باز دادند، و هم قطعا میتونه به معنی آینه باشه. در دست ما کلید در باز دادند. آینه در باز است، سراییست که درش محدود به هیچ حدی نیست. چون این نیست که گروه خاصی امکان حضور و ورود به این خانه ارجمند و باشکوه داشته باشه، نه، هر کسی که میل حضور در آینه را داشته باشه میتونه خود در برابر آینه قرار بده و وارد خانه آینه شود. و هر چی که در بیرون است
در درون آینه هم هست. گویا جهانی است بی حد، نامحدود، لایتناهی، جهانی است ازلی و ابدی، هیچ حد و حصری برای آینگی و جهان آینه و آینه بودن و آینه خویی نیست. بنابراین همه اوصاف میتونم ما را به این سمت بکشانه که آینه هرچند میتونه نماد عشق باشه، هرچند میتونه نماد مهربانی باشه، نماد دل پاک باشه، نماد اخلاق نیکو باشه، نماد حیرت نیست میتونه باشه. اگر شما یک فرد بسیار خوش اخلاق رو ببینیم، شما علاقه میگیرین که با آدم بیشتر صحبت بکنین، از گفتگوی با او، از مراوده با او، از نشستن با او لذت میبرین. یکی از مهمترین دلایلی هم نیست که یه آدم آینه است، شما در او خود میبینین یا او خودش حضور نداره. خود به مفهوم ایگو، به مفهوم خودخواهی، به مفهوم خود طرح کردن، به مفهوم خود طرح کردن، به مفهوم حد و مرز برای در واقع هویت و موقعیت خود طرح و مطرح کردن، هیچ کدام از اونا نیست. افرادی که خوش اخلاقن، افرادی که نیک برخوردن، افرادی که نیکوکارن، واقعا آینه هن. شما در برابرشان قرار میگیرین، خود میبینین. اما در کنار این معانی ظریف شاعرانه و بسیار عاطفی، معنی عمیق‌تر دیگری هم نهفته است. او هم بعد تفکر و اندیشگی آینه است که اونو ما با تعبیر حیرت خدمت شما معرفی کردم. گفتم که آینه مساوی حیرت است. این چیزی دیگه ای نمیتونه حیرت به زیبایی و به خوبی به نمایش بگذاره غیر از حیرت. یا هیچ چیزی در واقع نمیتونه حیرت به خوبی در واقع تجسم ببخشه غیر از آینه. دلیلی امری است که هر یک از کارکردهای آینه را ما میتونیم مورد پرسش قرار بدیم و ببینیم که من نمیفهم چرا امروز حلقم خوش میشه و ببینیم که چرا چون این چیزی میسر شده، چرا چون این چیزی هست، چرا آینه خودش حضور ندارد، چرا وقتی ما میریم خانه رو بر ما رها میکنه، چرا دری خانه همچنان باز است، چه نسبت و ربطی بین این خانه که درش همیشه باز است، کلید در باز به دست ما داده، با جهان بیرون، با جهان درون خود، با آنچه که ما در پیرامون خود میبینیم، آنچه که در ذهن و ضمیر خود داریم، چه ربط نسبتی میشه با اونا؟ بس اگر کمی فکر و در واقع اندیشه در این خصوص به خرج داده شود، اگر ما بتونیم وجوهات مختلفی که آینه داره و خصلت و اوصاف آینگی میتونه به ما برمغان ببخشه، نوعی غربت، نوعی غریبی، نوعی بیگانگی در عمق دوستی و نزدیکی و رفاقت آینه نهفته است. شکلی از اشکال پارادوکس و زیباترین وجه در آینه به نمایش گذاشته میشه. پارادوکسی که از یک طرف شما روشنی، صمیمیت، سادگی و در حقیقت انبساط میبینیم، از طرف دیگه یک عمقی، یک وجه ناشناخته ای، یک موقعیت پرسش برانگیز را هم شما در اون میتونین ببینین. چون این است که امکان مطرح شدن یا امکان همپایه و همسو قرار دادن آینه و حیرت در شعر بیدل به روشنی و به خوبی
میتونه مطرح شود. در غزلی که در ابتدای این جلسه ما خوندم آمده بود که بیدلن در جلوگاه حسن طاقت سوز اوست، جوهر حیرت زبان عذر خواه آینه را. در حقیقت آینه جاییست که زبان دچار حیرت میشه، یا حیرت به صورت و به شکل زبان در میاد، به صورت کلمات تبلور و تجلی پیدا میکنه. امکانی که شما بتونین همه چیز شرح بدین، امکانی که بتونین همه چیز بروشنی بگوین میسر نیست. برنامه را باید به همینجا با پایان برسانم. من امیدوار هستم که این برنامه تانسته باشه ربط روشنی بین حیرت و آینه ایجاد کرده باشه. زندگیتان آینه باران باد، خوش و آرام و سلامت باشین. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.